همزمان با 17 ربیع الاول سال روز ولادت نورانی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، مسلمانان در سرتاسر جهان با برپایی مراسم جشن و سرور دهه پربرکت ولادت این دو حجت الهی را گرامی می‌دارند و با یادآوری آموزه‌های این دو اسوه بزرگ دین در مسیر اعتلای اخلاق و معنویت که اصلی ترین هدف بعثت پیامبر اکرم بوده گام برمی‌دارند. به گزارش همکارم که به مناسبت این دهه پربرکت تهیه نموده توجه فرمایید. روز 17 ربیع الاول بنابر اعتقاد شیعیان سال روز ولادت با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. تولد آن حضرت در سال 570 میلادی هنگام طلوع فجر روز جمعه آمل فیل بوده است. آمل فیل سالی است که ابرهه با لشکرش که بر فیل سوار بودند به قصد تخریب کعبه آمد، ولی همگی به امر خدا نابود شدند. در کتب معتبر شیعه همچون بهار الاموال، امالی صدوق و حلیت الابرار آمده است که در هنگام ولادت نوری از پیشانی آن حضرت و نیز بوی مشک از ایشان ساطع می گشت. نوری در آن شب از سمت حجاز در تمام عالم منتشر گردید. در آن روز هر بتی که در هر جای عالم بود به رو افتاد و 14 کنگره از ایوان کسرا فرو ریخت. دریاچه ساوه خشک و بدل به نمکزار شد. در وادی ساوه که سالها بود کسی آب در آن ندیده بود، آب جاری شد. آتشکده فارس که 1000 سال خاموش نشده بود، در شب ولادت آن حضرت خاموش گردید. نام آن حضرت محمد و کنیه ایشان ابوالقاسم است. نام پدر آن حضرت عبدالله و نام مادر آن حضرت آمنه بنت وهب بوده است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، رئیس مذهب شیعه نیز در روز 17 ربیع الاول سال 83 هجری چشم به جهان گشودند. پدر ایشان امام محمد باقر علیه السلام و مادرشان ام فروه می باشد. کنیه آن حضرت ابو عبدالله و لقب ایشان صادق است. به مناسبت این روز مبارک و دهه بزرگداشت ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام، بسیاری از مساجد، حسینیه ها، مراکز، مؤسسه ها و دیگر پایگاه های دینی و مذهبی در شهرها و کشورهای مختلف جهان به برگزاری مراسم های مختلف، جشن و شادی در این ایام می پردازند. مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی نیز در شهرها و کشورهای مختلف جهان با برگزاری باشکوه مراسم جشن و شادی دهه بزرگداشت ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام را گرامی می‌دارند.